بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. یک منبع امنیتی در استان زیغار عراق دیروز از اجرای حکم اعدام تعدادی از محکومان زندان الهوت توسط وزارت دادگستری خبر داد. این منبع با اشاره به اینکه اکثریت مجریان حکم اعدام از اعضای گروه سنی های تندروی داعش بودند خاطر نشان کرد، تصمیم اجرای این حکم بعد از اینکه همه احکام آنها قطعی شد به تایید رئیس جمهوری رسیده است. گفتنی است عراق تا کنون صدها تن از افراد وابسته به سازمان های تندرو را محاکمه کرده و از زمان شکست گروه سنی های تندروی داعش در عملیات نظامی گسترده در دوره 2014 تا 2017 اعدام های دست جمعی انجام شده است. باستانشناسان یکی از اولین ساختمان‌های مسیحی شناخته شده در خلیج فارس را کشف کردند که در سماهیج بحرین واقع شده است و اولین شواهد فیزیکی از یک جامعه مسیحی از دست رفته در این منطقه را ارائه می‌دهد. در سماهیج بحرین قدمت رادیو کربن این بنا نشان می‌دهد که بین اواسط قرن چهارم و اواسط قرن هشتم پس از میلاد استفاده شده است. این مکان پس از گرویدن مردم به اسلام متروکه شد. و خبری از افغانستان. منابع محلی در استان قندهار در جنوب افغانستان میگویند که 5 کودک در این استان در پی انفجار یک مین زخمی شدند. منابع می‌افزایند که این رویداد روز دوشنبه یکم مرداد در منطقه تیموریانو از توابع شهرستان دنده این استان رخ داده است. به گفته منابع این مین در حالی منفجر شده است که کودکان در حال بازی با آن بودند. دستگاه امنیت ملی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که واحد مبارزه با تروریسم این دستگاه با مشارکت اداره کل عملیات دستگاه آسایش اقلیم کردستان عراق با تلاش‌های اطلاعاتی و پیگیری میدانی چند ماهه در یک عملیات ویژه توانست مخفیگاه‌های سازمان تروریستی داعش را منهدم کند. به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از خبرگزاری رسمی عراق با در بیانیه دستگاه امنیت ملی عراق آمده است که بر اساس قانون مبارزه با تروریسم در این عملیات 21 متهم تروریستی در استان سلیمانیه دستگیر شدند. دستگاه مذکور خاطر نشان کرد که 2 تن از سرکردگان سازمان تروریستی داعش در این عملیات دستگیر شدند. حکومت پاکستان تمدید 1 ساله اقامت مهاجران افغانستانی ثبت شده در این کشور را رسما تصویب کرد. حکومت پاکستان با انتشار بیانیه‌ای گفته که با در نظر گرفتن دستورالعمل کابینه فدرال، مهاجران افغانی که اقامت آنان در پاکستان ثبت شده بود را تا 30 ژوئن سال 2025 تمدید می‌کند. 1,300,000 مهاجر افغانستانی در پاکستان ثبت شدند و 800,000 نفر دیگر کارت‌های تابعیت افغانستان را دارند. خبری از قاره اروپا. وزیر امور خارجه انگلیس گفته که بریتانیا قصد دارد 10 میلیارد پوند برای طرح پناهندگی رواندا هزینه کند. یود کوپر وزیر کشور جدید انگلیس روز گذشته گفت دولت قبلی بریتانیا قصد داشت 10 میلیارد پوند برای طرح اخراج پناهجویان رواندا هزینه کند. گفتنی است این طرح تا کنون 700 میلیون پوند برای مالیات دهندگان هزینه داشته است. برای نجات تنوع گیاهان و جانوران از انقراض جمعی، سازمان ملل متحد یک پیمان صلح با طبیعت را در پایان سال 2022 معرفی کرد که در آن کشورها متعهد شدند تا سال 2030 30% از کره زمین را به مناطق حفاظت شده تبدیل کنند.
اگر بتوانیم تنها 1.2% از زمین‌های کره خاکی را به حال خود رها کنیم، می توانیم از انقباض‌های قریب الوقوع آینده جلوگیری کنیم. اما گفتنی است متاسفانه تا کنون بشر توانسته تنها 7% از مکان‌های غیرقابل جایگزینی را که دارای تنوع زیستی نادر و در خطر انقراض هستند پوشش دهند. میزان مصرف آنتیبیوتیک ها در ایران 10% از میانگین جهانی بالاتر است. سازمان جهانی بهداشت توصیه می کند که حد اکثر 30% نسخه های تجویزی حاوی آنتیبیوتیک می باشند. در ایران 40% نسخه های پزشکان حاوی آنتیبیوتیک است. میزان تجویز آنتیبیوتیک طی سالهای گذشته حدوداً 50% بوده که با تلاش‌های انجام شده توسط سازمان غذا و دارو و معاونت‌های غذا و داروی سراسر کشور این میزان به 40% کاهش یافته است. سال 2018 سازمان جهانی بهداشت در گزارشی اعلام کرد که ایران با مصرف 38.78 دوز تعریف شده روزانه به ازای هر 1000 نفر دومین مصرف کننده آنتیبیوتیک در سطح جهان است.